در آستانه روز جهانی زنبور عسل، ساعت را در کنار خانواده سپری می کنیم که نصفی از عمرشان را با زنبورداری و عسل گذراندند. محمد انوری انوری که مؤسس شرکت فارم زنبورداری دنیای عسل در تخار است می گوید 100% ضمانتی عسل جنبیله که ما باز اگر تیز شود در کشورهای خارجی شاید که بالاترین عسل در جهان باشه. سالهای قبل بسا مردم کم می خواد عسل، 5-6 سال شده که بیخی عسل 100% فروشاتش برابر است. هیچ عسل در پیش زنبوردار و گپا نمیمونه. خالدی نوری که در مرکز فروشات دنیای عسل کار میکند تاکید دارد نیازمندی های آنان در بخش پروسیس و بسته بندی عسل است. در صورتی که نهادهای کمک کننده آنان را در راستای رفع نیازمندی ها همکاری نماید، عسل خالص و با کیفیت تخار را به خانه خانه مردم جهان خواهند کشانید. نبود ماشین‌آلات است که ما عسل پروسه بسته بندی میکنیم. دیگه یک ماشینی که عسل تیز شوه که اون عسل چقدر گلوکوز داره و فرکتوز گپا داره، این ماشین‌آلات باشه بهتر است که ما عسل چک بکنیم، چون عسل تقریبا در بازار بسیار زیاد است. هرچند کاری زنبورداری و به دست آوردن تولیدات آن در چند ماه محدود برای فارمداران طاقت فرسا دانسته می شود، اما نبود یک بازار معیاری و استاندارد در داخل و بیرون از کشور باعث شده است که آنان تولیداتشان را در فرصت کوتاه به باهای ناچیز به فروش برسانند. دستگاه پروسس عسل که قبلا سالها قبل در ولایت تخار فعال شده بود و اما متاسفانه روی دلایل طال از او استفاده نشده، وقتی که او دستگاه فعال شود یکی از به اصطلاح دلایل اساسی به خاطر معیاری سازی تولیدات ما ای برآورده میشه. به گفته فارمداران زنبورهای آنان از نسلهای ایتالیایی، تاجیکی و قفقازی است، در حالی که در زمستان امسال 30-60% تلفات داشتند، با آن هم از افزایش تولیدات و میزان علاقمندی مردم به عسل خوشبین هستند.